صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هل يشهد الآيات که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دید حاضیانی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دید حاضیانی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بینم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهد بلایت که تو آیت خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید. در میان این همه برنامه هایی که در ماهواره هست، شبکه ای رو انتخاب میکنید که توجهش به مسائل مذهبی و اعتقادی است. این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی است. ممنونیم و دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. تذکری رو که ابتدای برنامه همیشه خدمت شما عزیزان میدادم رو یادآوری میکنم و اون این که مطالب ما به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه و قصد هیچ گونه جسارت و بی‌ادبی نداریم و عزیزانی هم که روی خط میان، گرچه حالا بعضی موقع مباحث ما مباحثش تون میشه و لبه تیزی خواهد داشت، اما این دلیل نمیشه که دوستانی که روی خط میان بخوان جسارت یا بی‌ادبی بکنن. هیچ تفاوتی نمیکنه، همه ما مسلمان هستیم و مسلمان باید به سایر مذاهب باید احترام بگذاره و این دستور موالی ما هست. انشاءالله باید آنچه که موالی ما دستور دادن به مدارا کردن با مردم و با مذاهب مختلف باید اینگونه باشیم که ما هم از پیروان واقعی این بزرگواران و دستوراتی که دادن انشاءالله اطاعت کنیم و پیروی کنیم. ما نمیخوایم قصد تفرقه نداریم، قصد این نداریم که بخوایم جسارت و بی‌ادبی کنیم که خدای نکرده این مباحث ما از اون حالت علمیش خارج بشه. دوستان عزیزی هم که میان روی خط توجه بکنن واقعا مسائل علمی رو مطرح بکنن، یک مسائل شاذ و خیلی پیش پا افتاده رو مطرح نکنن که وقت برنامه ما رو نگیرن. در ایام ماه رجب المرجب هم هستیم دوستان، انشاءالله این ایام که ایام دعا و عبادت و بندگی هست همه ما رو دعا بکنند، رأس همه دعامون انشاءالله فرج امام زمان علیه السلام باشه. انشاءالله تا پایان برنامه همراهی میفرمایید. در خدمت استاد عزیزم حضرت آیت‌الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حاج آقا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاک بیننده برنامه ما هستند سلام خالص تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه بزرگواران التماس دعا دارم. سپاسگزاری میکنم آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. اگه خاطر شریف حضرت عالی و همه بینندگانمون باشه، سلسله مباحثی که تقدیم شما عزیزان شد در این جلساتی که گذشته مباحث پیرامون امامت و خلافت بود. سری مباحث مقدماتی بود که مطرح کردیم.
تا اینجا پیش آمد که حدیث ثقلین رو به عنوان یکی از مستمسک شیعه که برای اینکه ما شیعیان از ادله‌ای که استفاده می‌کنند برای حقانیتشون و اینکه فرقه ناجیه هستند از حدیث ثقلین استفاده کردند و حضرت استاد اومدن و مباحث اون رو در جلسات گذشته خدمت شما بینندگان عزیز مطرح کردند. ادامه مباحث ما همونطوری که بعضی از بینندگان عزیزمون سوال کرده بودند تتمه مباحث حدیث ثقلین هست. سوالی رو که از حاج آقا میخوام بپرسم از حضرت استاد، یکی از مشکلاتی که درباره حدیث ثقلین هست حاج آقا، با اینکه حدیث ثقلین نقش شده در کتب شیعه و سنی، در کتب سنی مخصوصا در روایت های صحیح و در کتب معتبر این کتاب الله و اطرتی هست یا اهل بیتی هست، اما یک روایت های دیگه درست شده و اومده در کنار این روایت ها قرار گرفته به این صورت که کتاب الله و سنتی اومده. خواستم شما لطف کنید در این زمینه توضیح بدی برای عزیزم که آیا این روایت صحیح هست یا نیست، در کتب اهل سنت اومده یا نیومده، اینا رو برای بینندگان عزیزمون مطرح کنید و باز بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، فوز امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا ابا صالح المهدي ادركنا. من قبل از این که برنامه رو آغاز کنم، بینندگان عزیز و گرامی، همونطوری که مرتب زیر نویس میشه برنامه های زنده شبکه جهانی ولایت کلن از ساعت تقریبا 7 بعد از ظهر تا 11 شب مرتب همزمان به زبان انگلیسی ترجمه میشه. دوستان میتونن از لنگویج سیستمشون استفاده کنن و عزیزانی که زبان فارسی مشکل دارن میتونن به انگلیسی خوب برنامه ها رو تحویل بگیرن، از طریق زبان دوم برنامه ها را استفاده کنن. انشاءالله ما از هفته آینده برنامه های تولیدیمون رو هم انشاءالله اوز میخوام مرتب به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد انشاءالله. من مژده دیگری که به همه بینندگان عزیز میخوام امشب بدم، ما باز به عنایت الهی و توجه اهل بیت و دعای دوستان کل پخش برنامه هامون از طریق گوشی های تلفن الان 1 هفته است فعال شده. تمام اون عزیزان در داخل و خارج کشور که میتونن از اینترنت استفاده کنن و گوشی موبایلشون به اینترنت وصله و اونهایی که مثل سیستم عامل اندروید دارن، آیفون دارن یا آیپد، اینها خیلی به سادگی میتونن برنامه های شبکه جهانی ولایت را در هر کجا هستن، در خانه یا بیرون از خانه، از طریق گوشی موبایلشون هم دریافت کنن. بله، مخصوصا برای خارج از کشور که اونجا خوب اینترنت یک سرعت خیلی فوق‌العاده‌ای داره و مردم مشکل اینترنتی ندارند، خلاصه یک امکان خیلی خوبی هست. حالا انشاءالله ما در آینده بسیار نزدیک باز مژده دیگری خواهیم داد که انشاءالله از طریق بعضی از دستگاه‌هایی که بتونن به تلویزیونشون وصل کنن در داخل کشور، بدون آن که اصلاً در پشت بامشون دیشی نصب کنن یا رسیوری داشته باشن، انشاءالله برنامه شبکه جهانی ولایت رو به ساده ترین و آسان ترین وجه انشاءالله دریافت کنن. انشاءالله انشاءالله این مژده رو هم به الهی در آینده بسیار نزدیک برای عزیزان خواهیم داد و این دستگاه هم توسط خود شبکه جهانی ولایت در داخل کشور و خارج کشور به حول قوه الهی توضیح خواهد شد. ما خب خیلی از دوستان که من در آفریقا هم بودم،
خب در بعضی از مناطق ماهواره مشکل داشت و نقطه کور بود نمی گرفتن، ولی خب اینترنت هیچ مشکلی نداشتن. و همچنین در استرالیا الان ما فقط دوستانمون از طریق اینترنت برنامه های ما را پیگیری می کنن و لذا انشاءالله عزیزان بعد از این به حول قوه الهی می تونن از طریق اینترنت به سادگی و آسانترین وجه و با هزینه خیلی اندک انشاءالله از برنامه شبکه جهانی ولایت انشاءالله استفاده کنن. دوستان دعا کنن که ما بتوانیم این برنامه رو همزمان به زبان عربی و زبان آذری و اگر بتوانیم به زبان اردو هم انشاءالله در آینده ترجمه و پخش بشه. این هم دیگه بستگی دارد به دعای خالصانه بینندگان عزیز ما. در رابطه با قضیه حدیث ثقلین که ما مفصل درباره آن صحبت کردیم و عرض کردیم حدیث ثقلین ولو به صورت مبتور در صحیح مسلم آمده و بزرگان اهل سنت مثل ذهبی، حاکم نیشابوری، خود آقای ابن کثیر دمشقی و دیگران گفتن بر این که حدیث ثقلین حدیث صحیحی هست و بعضی ها هم دم از تواتر حدیث ثقلین زدند. ولذا نسبت به حدیث ثقلین من گمان نمی کنم که به عنوان یک سنت مطرحه. اگر آقایان سنت پیغمبر رو قبول دارن حدیث ثقلین خودش سنته. ولو پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی، پس حدیث ثقلین هم سنته. خب این آقایانی که وحشت دارن حدیث ثقلین رو مطرح بکنن در خطبه های نماز جمعه حضرات، ممنون همش کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنتی، ولی از کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی خبری نیست. تو ماهواره هاشون حرف نمی زنن، تو کتاب هاشون وحشت دارن. حالا چی هست و چه انگیزه هست ما نمی دانیم. این آقایان که دم از سنت می زنند دارن در روز روشن دور سنت خط قرمز می کشن. و اما سؤالی که حضرت عالی مطرح فرمودید که آیا این حدیث کتاب الله و سنتی که حضرات درست کردن در برابر کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، اصلا ببینیم ما میتونیم به این به عنوان یک سنت نگاه کنیم؟ یعنی کتاب الله و سنتی جزء سنت پیغمبر هست یا نیست؟ خیلی ساده و روان. منابع کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی رو آوردیم. مراد از اهل بیت در حدیث ثقلین و در آیه تطهیر کی هستم آوردیم. اصلا ما کاری نداریم مثلا اهل بیت اطلاق عمومی دارد بر زن بچه، اصلا ما کاری با اون نداریم. میگم آقا اهل بیت در حدیث ثقلین، اهل بیت در آیه تطهیر کیه؟ ما گفتیم حدود 70 روایت در منابع اهل سنت آمده مراد از این اهل بیت علی، فاطمه، امام حسن، امام حسین سلام الله علیهم اجمعین هستند و شامل زنان پیغمبر نمیشه. مثلا زنان پیغمبر مقامشون هرچه بالاست، ما کاری نداریم در مقام تنقیص و یا چیز دیگر نیستیم. میگم آقا این آیه، این حدیث مخصوص این 5 نفر هست. از آلوسی دیگرانم نقل کردیم که اینا به صراحت میگن زنان پیغمبر مشمول آیه تطهیر و حدیث ثقلین نیستن. اما امشب دوستان عزیز اگر یه مقداری دقت کنن، دل به ما بدن و حرفهای ما را به عنوان این که نه به عنوان شیعه، به عنوان اینکه یک مطالبی از منابع اهل سنت داریم ما نقل میکنیم، اینها را همین امشب هم که پای صحبت ما هستن من نمیخوام قبول کنن. این مطالب رو ما تلاش کردیم اینها رو با پاورپوینت، گرچه برای من یعنی واقعا خیلی زحمته، بختگیر هست و حوصله آدم سر میره، چون در مورد یه ذره اشتباه که بشه همه برنامه به هم میریزه. ولی من به احترام عزیزان بیننده، به ویژه عزیزان تحصیل کرده
چه از عزیزان شیعه چه از عزیزان اهل سنت که اصرار دارن و مرتب به خود ما میگن یا از طریق پیامک که وقتی با پاورپوینت مطرح میشه ما مطالب رو خیلی خوب تحویل میگیریم، یادداشت هم میخوام بکنیم، اینها رو یادداشت میکنیم. ما هم قول میدیم انشاءالله از همون قولهایی که مال میکان هست این تمام بشه، اینها رو به حول قوه الهی روی سایت میگذاریم، ولی این رو انشاءالله دیگه مسئولیتش با جناب آقای محسنی عزیز که از ما این فایل رو بگیرن دیگه، مسئولیتش انداختیم به گردن ایشون. اگر دیگه بعد از این کوتاهی هم باشه خلاصه مگر این ایشون هم نیستیم حالا دیگه از میکان هستن یا نیستن به قول میگن عاقلان دانن. بله علا ای حال، اگر دوستان ما محبت کنن مانیتور من رو یک چند لحظه بدن به آنتن ممنون میشم. بله، حدیث ثقلین توصیه به کتاب و اطرد که ما قبلا مفصل ما داشتیم. بله بله، این رو البته همینجا هم باز برای شما عرض کنم اشتباه بوده، اینه دیگه با همینجا دیگه مجبوریم اصلاح بکنیم. بله، ثقلین توصیه به کتاب و سنت. اول اشکالی که در اینجا هست این فقط در صحاح سته موطع مالک آمده، در پنج تا از صحاح سته این نیامده. آقای مالک هم این رو به صورت مقطوع نقل کرده، سندی برای این ذکر نکرده. دوستان اگر ملاحظه کنن و حدثنی عن مالک انه بلغه، به مالک رسیده، رسول الله فرمود ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت نبیه، موطع مالک جلد دو صفحه 899. خب مالک متوفای چند؟ 179 هجریه. پیغمبر اکرم که دنیا رفته سال 11 هجری. شما ببینید 169 سال یا گیریم به قول 150 سال فاصله از بین جناب آقای مالک و نبی مکرم. این واسطه ها کیا بودند؟ هیچ مشخص نشده. البته این رو الان من دیگه فرصت نیست الان عرض کنم، چون اگر خب وارد شیم دیگه باید امشب بحثمون رو بگذاریم به این. بعضی ها گفتن بله این مقتوعین نمیدونم ابن عبدالبر آمده وصل کرده، کی وصل کرده، کی وصل کرده. تمام روایاتی که آقایان در رابطه با کتاب الله و سنتی آوردن قاطعانه عرض میکنم سند تمام اینها ضعیفه. یک دونه سند صحیح بر مبنای جرح تعدیل عزیزان اهل سنت ما پیدا نکردیم. اگر بینندگان عزیز یک سند صحیح برای ما آوردن ما دستشون رو میبوسیم، همینجا هم نقل میکنیم و هم از این عزیزمون تشکر میکنیم. حداقل یک روایت صحیحی از کتاب الله و سنتی تونستن پیدا کنن. از اون طرف خب خود موطع مالک هم از دیدگاه آقایان اهل سنت خیلی زیاد حساب کتاب نداره. اصلا بعضی ها موطع مالک رو از صحاح سته نمیشمارن، به جای موطع مالک سنن ابن ماجه قزوینی همشهری ما را جزء صحاح سته میارن. ابن حزم میگه آقا فی الموطع سلاس مع و نیف مرسلن و نیف و فیه نیف و سبعون حدیث قد ترک مالک نفس و العمل بها. میگه اصلا در خود موطع مالک 300 خورده روایت مرسل هست، 70 خورده روایت هست که اصلا خود مالک هم به اینها عمل نکرده. و جالب اینه میگه در او احادیث ضعیفی هست و ها جمهور العلماء، جمهور علماء او را تضعیف کردن. کلمه واهن یعنی ضعیفون به شده، کلمه واه یعنی اون روایتی که ضعفش خیلی پررنگ و غلیظ هست بون میگن واه. و ها جمهور العلماء. خب عزیزان ملاحظه میفرمایند بر این که به این شکل آقای لیس ابن سعد که از بزرگان اهل سنت میگه آقا قد احسیت علی مالک 70 مسئله
کلها مخالفت لسنت نبی من ماقال مالک فیها برأیه. من 70 مسئله را بررسی کردم، دیدم در این 70 مورد جناب آقای امام مالک با سنت پیغمبر مخالفت کرده. حالا هرچه هست به قول میگن مال خوب بده بیخیرش صاحبش. اگر حرف بدیه آقای لیث بن سعد گفته، آقای ابن حزم اندلوسی گفته و دیگران گفتن، خوبم هست، خوب این آقا حرف خوب زده تقدیم جناب آقای مالک و طرفدارانش. این بس جناب آقای محسنی این روایت فقط در مقطع مالک آمده، اون هم به صورت مکتوب و مرسل و واسطه میان جناب امام مالک تا نبی گرامی صلی الله علیه و سلم با 50-60 سال فاصله مشخص نشده. حالا امیدوارم که این آقایانی که تو بعضی از شبکه‌ها خیلی مانور میدن و خودشون هلاک میکنند و پاره میکنند، کتاب‌های شیعه چنین است و چنان است و نمیدونم راویان شیعه همه نمیدونم دروغگواند و شرابخوارند و چنین، این به جای این حرف‌های بی اساس که دارن میزنن بیان اینها رو جواب بدن. حالا من انشالله امشب با این حضرات کار زیاد دارم که یه مقدار گرچه اینها روشون کم نمیشه، الحمدلله اینها روشون به قول به سنگ پای قزوین هم به قول معروف گفته زکی. ما واقعا برای هر کس این همه تناقض، این همه دروغ، این همه حرف بی اساس ما مطرح میکردیم، من گمان میکنم خجالت میکشه دوباره بیاد روی آنتن حرف بزنه، ولی ما میبینیم به همین شکل آقایان همینطوری. ما اون دفعه دو تا از این خواهران اومدن چند تا سوال مطرح کردن، به جای اینکه بیاد جواب بده آقا نمیدونم اینا توتی هایی نمیدونم چنینند و چنان، دوباره توهین کردن. نمیدونم ما گفتیم اگر مستاجرات چیز هست شما این آیات رو جواب بده، شمایی که جناب ابو حنیفه میگه من استاجر امرأتن لیزنیه بها فلا حد دله، اگر کسی 10,000 زن اجاره کند برای زنا، نه 1,000 تا، 10,000 تا زن اجاره کند برای زنا، 10,000 تا خادم بیاورد بعد از مدتی به اونها تجاوز کند، بفرماد اینها شما جواب بدید. یک کسی در بیابان یک چوپان سنی بیره 2,000 تا زن را با 3 مش خرما تجاوز بکنه و به تعبیر فرمایش جناب خلیفه مهرون مهرون لباس قداست بکشه، شما باید به اینها جواب بدید. برای شما عرض کنم به خاکی نزنید، خودتون رو عذر میخوام به نفهمی نزنید، یه مقداری دقت کنید که این صحبت ها چیه. اینها چند تا سوال طرح کردن و این سوال ها رو به جای اینکه بیاید توهین دوباره بکنید، اهانت دوباره بکنید، بگید سوال اول جوابش این، سوال دوم جوابش این، سوال سوم جوابش این، خب چرا جواب نمیدید؟ جواب ندارید؟ یقینم داریم جواب ندارید، ولی شما جواب بدید، ما میایم صحبت های اینها را کلیپ میکنیم در یک طرف، جواب شما را هم پشت سر اینها ما میگذاریم، خودمون هم هیچ قضاوت نمیکنیم، میگم آی مردم شما بیایید قضاوت کنید. من در خدمت حضرت عالی هستم. حاجا این حدیث رو شما فرمودید و این کتاب الله و مبنه منبع کتاب الله و سنتی رو از معتبر مالک فرمودید و به صورت مرسل هم اومده. خب حالا جان میریم سراغ صحیحین، میریم سراغ صحیح مسلم و بخاری که حالا دیگه اینا تادیتل به قرآن از نزد اهل سنت داره، در اهل سنت با علم اهل سنت. اینجا چگونه است؟ اینجا در صحیح مسلم و صحیح بخاری این حدیث به این صورت اومده یا نه؟ ببینید ما بعضی از این عزیزانمون که زنگ زده بودن، اون برادرمون از بندر عباس آقای یوسف ما براشون احترام قائل هستیم، خواهرمون خانم اگر اشتباه نکنم محمدی که ظاهرا اسم مستعار خانم نگیری از تبریز زنگ زده بودن، بود آقا از ما صحیح مسلم و صحیح بخاری روایت نقل کنه، ما غیر از اینها را قبول نداریم. خب اینها که همواره این کتاب الله و سنتی را تو جلساتشون مطرح میکنن و شعارشون هست، به ما بفرمایند در کجای صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الله و سنتی آمده. و جالب این است که نه تنها در صحیح مسلم نیامده، صحیح بخاری نیامده، سنن ابی داود نیامده، سنن نسائی نیامده، سنن ابن ماجه نیامده، در مسند احمد این روایت نیامده. اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن، بله
جناب ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 11 صفحه 329 نقل میکنه از احمد ابن حنبل، میگه این کتابم رو جمع کردم و گزینش کردم از 750,000 روایت، یعنی 750,000 روایت رو من زیر رو کردم. نمیدونم بینندگان عزیز با این آمار دقت میکنن یا نه. 750,000 روایت رو آقای احمد ابن حنبل زیر رو کرده. آقا این بده، این خوبه، حالا استخاره کرده، نماز خوانده مثل جناب بخاری یا نه، دقت سندی کرده، دقت دلالی کرده، حالا هر چیه. میگه وانتقیته، گزینش کردم، منقح کردم، گزینش کردم از 750,000 روایت. از 750 نزدیک 30,000 روایت داره، یعنی تقریبا 3 برابر صحاح سته در مسند احمد روایت هست. ابن اثیر جزری در جامع الاصول کل روایات صحاح سته رو جمع کرده با حذف مکرراتش 9700 خورده اینه، یعنی به 10,000 نتونسته برسانه، ولی مسند احمد به تنهایی 3 برابر تمام صحاح سته روایت داره. ایشون میگه من این نزدیک 30,000 روایت رو از میان 750,000 روایت انتخاب کردم. فمختلف المسلمون فیه من حدیث رسول الله فرجعوا الیه فان وجدتموه و الا فلیس بحجت. در تمام مواردی که مسلمان ها با هم دیگه اختلاف دارن در نماز و زکات و حج و غیره، مراجعه کنین به این کتاب من. اگر در این کتاب من پیدا کردید، بدانید که حجته، و الا فلیس به حجه. اگر این روایتی مورد نظر شما در کتاب من نبود، بدانید این روایت حجت نیست. خود امام احمد ابن حنبل هم یک محدثه، اصلا کاری با بحثهای فقاهتی و غیریش رو نداریم، و از اونجایی که یک محدث هست برای تمام مذاهب اسلامی نظرات او، یعنی منقولات او، حجته. شاید حالا نظرات آقای احمد ابن حنبل، چون ایشون اهل حدیث هستن، برای آقایانی که اشعری مذهب هستن، در مسائل کلامی معتزلی هستن، ماتوریدی هستن، مباحث کلامی ایشون شاید حجت نباشه، یا در مباحث فقهی آقایان میگن نظر احمد ابن حنبل برای ما حجت نیست، ما شافی هستیم دنبال امام شافی، حنفی هستیم امام اعظم ابو حنیفه، مالکی هستیم امام مالک، ولی در مباحث روایی همه آقایان نظرات آقای احمد ابن حنبل را به عنوان یک محدث و کارشناس حدیثی قبول دارند. میگه آقا هر روایتی در مسند من ندیدید، بدانید همچه روایتی حجت نیست. من در خدمت حضرت خدا آجا نظر علماء سنت در اعتبار این روایت چی آجا؟ بله اینجا برای شما عرض کنم، باز اگر عزیزان مانیتور من رو محبت کنن، برای نظر علمای اهل سنت در ضعف کتاب الله و سنتی، عزیزان دقت کنن، خود آقای حاکم نیشابوری به عنوان یک شخصیت علمی و رجالیه به کتاب الله و اطرتی میرسد، میگه هازا صحیحون علا شرط شیخین، مستدرک جلد 3 صفحه 109. کتاب الله و سنتی میرسد، میگه ذکر الاعتصام بالسنه فی هذه الخطبه غریب. قرمزش هم کردید؟ بله، مستدرک جلد 1 صفحه 193. خیلی قشنگ و زیبا. البته این صفحه دستپخت دوستان جناب ابوالقاسم اینها هست. بله. الا ای حالن، این رو خود آقای حاکم نیشابوری دیگه با این وضعشون مسئله را روشن میکنه. آقای ابو نصر سجزی که باز از علمای اهل سنت متقی هندی نقل میکنه، میگه آقا گفتن غریب جدا عن ابی هریره، کنز المال جلد اول صفحه 188 حدیث 955. ابو منذر سامی از علمای بزرگ اهل سنت، صاحب کتاب از زهره الاطرفی حدیث الاطر، صفحه 41 مثلم چاپ شده، میگه آقا
از میان احادیث حدیث الاعتصام به سنه مع الکتاب حدیث به نفسه ولا به غیره و این ندالک غریب زمان کما ذکره الحاکم. میگه آقا صحیح نیست از این احادیث، فلا یصح اعتصام در میان احادیث حدیث اعتصام به سنت با کتاب یعنی کتاب الله و سنتی صحیح نیست. حالا خوب است مال آقایان، بد است مال آقایان. آقای حسن سقاف از علمای بزرگ و پرآوازه اهل سنت در اردن هست، یک شخصیتی است که شاید بگیم کم نظیر و کتابهایی که ایشون تألیف کرده نشان میده که ایشون واقعا آدم خیلی متخصص و صاحب تدبر، هم در رجالشون تخصصش عالی است و هم در فقه الحدیث و استنادی که می کند و استدلالی که می کند، نتیجه گیری که می کند، دلالت بر تبحر او در فقه الحدیث داره. ایشون تعبیرش اینه، دوستان عزیز من تقاضا دارم دقت کنن: و اما حدیث و ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی کتاب الله و سنتی، این حدیث کتاب الله و سنتی، الذی یردده الناس فی ما بینهم، اهل سنت بین خودشون این حدیث رو بگو مگو دارن، و یقوله الخطبا علی المنابر، خطبا همین حدیث کتاب الله و سنتی را در منبرها نقل میکنن، این حدیث فحدیث موضوع مکذوب، این حدیث هم جعلی است و هم به دروغ از پیغمبر نقل شده. وضعه الامویون، این روایت را بنی امیه و اتباع بنی امیه این روایت را نقل کردن، لیصرف الناس عن هذا الحدیث حدیث صحیح فی العتره، برای که مردم را برگردانن از حدیث صحیحی که درباره عترت هست، یعنی جعل این حدیث کتاب الله و سنتی به این نیت بوده مردم را از کتاب الله و عترت غافل کنن، توجه مردم را منصرف کنن به کتاب الله و سنتی. بعد میگه فانتبه لذلک جدا، متوجه این قضیه باش برادر سنی و جدی هم باش، یعنی به جد متوجه باش، حدیث کتاب الله و سنتی که حدیث جعلی است بنی امیه ساختند برای ضدیت با کتاب الله و اترکی. همه حرف رو زده آجام. بله دیگه، این دیگه حالا خوبه مال خودتون، بده مال خودتون. خب بفرمایید در رابطه با ایشون چی میفرمایید؟ آیا حسن سقاف هم شیعه هست یا مثل ابن ابی الحدید معتزلی شیعه معتزلیه یا مثل برای شما عرض کنم ابن عقیل زیدیه؟ این دیگه از علمای معاصر هم هست. ایشون مناظرات متعددی هم با وهابی‌ها در شبکه المستقله داشته، مردم بیانات ایشون رو دیدن، شاید بیش از 30 عنوان کتابشون تألیف کرده. و من به نظرم در میان اهل سنت در نقد عقاید وهابیت ایشون جزء یک کتازان این میدانه و هم نسبت به آثار ابن تیمیه هم نسبت به آثار خود آقای البانی نقدهای خیلی عالمانه ایشون داره و من بینندگان عزیز رو توصیه میکنم به مطالعه آثار علمی جناب آقای حسن سقاف که از علمای معاصرم است، حالا 500 سال 800 سال قبل هم نیست و ایشون هم ارتباطی هم به شیعه ندارد و جز کسانی هم نیست که با اسلحه برن بالا سرش میگن آقا شما این حرف رو علیه اهل سنت بگو و پولم اهل پولم نیست، چون ایشون تجارت داره، ظاهرا از نظر وضع مالی هم ایشون شاید آنتی که من شنیدم در اردن جزء افراد متمول تراز اول اردن هم هست که آقایان ما بعضی از این عزیزان مولوی و موسا که آمدن صحبت کردن آقایان به تکافو افتادن، یکی میگه آقا اینا به زور اسلحه آوردن، میگه نه آقا به زور اسلحه نیاوردن، اینا را خریدن پول دادن آوردن، یکی میگه نه آقا اینها آزادی هست و آمدن، همچه حرفی، نه آقا اینها اشتباه کردن، اینا ماموستا نیستن، اینا مولوی. خلاصه والا ما نمیداریم چه کار بکنیم با اینها. یعنی من معتقدم اگر نبی مکرم زنده بشه بیاد بگه آقا ابن تیمیه اشتباه کرده،
ابن تیمیه کارهاش غلط بوده، یقین دارم این آقای از پیغمبر نمیپذیرن. خود خلیفه اول، خلیفه دوم زنده بشه بیاد بگه آقا ابن تیمیه اشتباه کرده، برمیگردن میگن آقا شما اشتباه کردید، شما که معصوم نیستید. اینقدر چشم بسته دارن، بله اینقدر چشم بسته دارن روی مباحث، یعنی عقل و فکر و همه چرا بستن، یعنی یک روزنه باز کردن یک چیزی به نام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب. و جالب این هست که اون روز میگن آقا این عبدالوهابه که این آقایان میگن عبدالوهاب، عبدالوهاب مثلا مربوط به زمان حضرت امیر و خوارج بوده. حالا نمیدانم شماها. بعد جالب این است که یک خانومی که به قول خودش اهل جلسه و کارشناس معرفی میگه تو جلسه خانومها شروع میکنه حرفهای اینها را توتیوار مطرح کردن و آبرو حیثیت خودش هم میبره. یکی از خانوم ها یک نامه میده دستش، میگه خانم این محمد ابن عبدالوهاب متولد فلان، متوفای فلان، صاحب کتاب فلان، چه ارتباطی داره با اینی که مربوط به زمان حضرت امیر بوده؟ وقتی که نگاه میکنه به نامه خجالت میکشه، رنگش تغییر پیدا میکنه، جلسه رو ترک میکنه، میره داخل اتاق، در رو به روش میبنده. ببینید برادر عزم، شما به فکر آبروی خودتون نیستید، به فکر آبروی نوچه هاتون باشید. اقلا تو این جلسات اینقدر اینها رو بدبخت بیچاره ها رو بی آبرو نکنن، حداقل اون چند نفری که آمدن پای صحبت اینها میخوان استفاده کنن دیگه حداقل برای ما ارزش ندارن، ولی برای شما خیلی ارزش دارن اینها. من در خدمت شما هستم. اگه اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم، ان شاء الله ادامه مباحثمون رو، البته خیلی فرصت کمه، بعد ان شاء الله صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. متشکرم. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. نماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وسیع بر حق احمدی. مناسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وسیع بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یخصو بدین حبل المتین ای جان جانان،
یقین حق و یقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. خیلی ممنونم و سپاسگزاری میکنم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید، از همکاران عزیزم که این میان برنامه زیبا رو هم پخش کردن سپاسگزاری میکنیم، مخصوصا از کارگردان عزیز که اینجوری خلاصه تدارک میبینه برنامه رو. بحث رو شاید بعضی از بینندگان عزیزم تازه پایگیرندشون نشستن، بحث حدیث ثقلین بود و این نقدی رو که حضرت استاد داشتن نسبت به کتاب الله و سنتی که آیا این واقعا در کتب اهل سنت به روایت صحیح هست یا نیست، که حضرت استاد فرمودن ما هیچ سند صحیحی رو برای این کتاب الله و سنتی ندیدیم. اگه شما عزیزانی که حالا اهل تحقیق هستید و مطالعه میکنید اگه همچین حدیثی رو پیدا کردید با سند صحیح، حاجه‌ها منتظر هستن که از شما تشکر بکنن و به همگان اعلام بکنن. پس اگه اینجور باشه بتونن بیارن که خب ما باید اعلام بکنیم، و اگر نباشه همون حدیثی که در صحیح مسلم هست کتاب الله و اطرتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی که سه بار هم تکرار شده بعد از کتاب الله، پس همون حدیث ثقلین این میشه. و اگر واقعا این باشه دوستان عزیزم باید تدبر بکنن که آیا این حدیث ثقلینی که رسول خدا این رو بارها فرمودن، حداقل 5 جا من یادم هست که حضرت فرمودن این حدیث رو، داره قرآن رو مطرح میکنه و الان قرآن موجود هست و اطرت هم باید در کنار این قرآن باشه. خب قرآن که موجود هست ولی اطرتی که باید کنار قرآن باشه الان نزد بعضی از مسلمان ها موجود نیست و این اطرت کجا هست و باید دنبال روی این باشیم و ذهنمون رو حساس بکنیم و این سوال رو در ذهنمون ایجاد بکنیم که این حدیث ثقلین مصادیقش چی هستن. فرصت نیست که من از آقا سوال بعدیم رو بپرسم و ما همیشه وعده میدیم به دوستان عزیزمون که وقت شما رو میخواییم بیشتر باشه و انشالله صدای گرم شما رو هم بیشتر بشنویم. دیگه اینجا مجبور هستیم چون من این سوال رو بخوام از آقا بپرسم حداقل 20 دقیقه فرصت میگیره، چون 20 دقیقه فرصت میگیره مجبورم که این سوال رو فاکتور بگیرم و از آقا سوال رو نپرسم به خاطر اینکه ظلم در حق شما بیننده عزیز نشه، که تا بتونیم بیشتر تلفن بگیریم و صدای گرم شما عزیزان رو بیشتر بشنویم. خب حالا دیگه از همین الان دیگه انشالله فرصت رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان و اولین بیننده عزیزی که بناس بیاد روی خط جناب آقای مرادی هستن از نجف آباد. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای مرادی. سلام علیکم. و علیکم السلام. خسته نباشید. ممنون آقای مرادی. با عرض سلام و خسته نباشید و خدا قوت خدمت جناب عالی مجری بسیار گرانقدر جناب آقای محسنی عزیز و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که واقعا چشم و چراغ مملکت ما هستند، چشم و چراغ جهان تشیع هستند و با روشنگری هاشون نه تنها برای ما اهل تشیع بلکه برای عزیزان اهل سنت نیست راهگشای بسیاری از مشکلات هستند. الحمدلله. خدمت شما عرض کنم بنده از روزی که با این برنامه‌تون آشنا شدم یه 6-7 ماهی بیشتر نمیگذره جناب. ولی واقعا بنده با اینکه فرهنگی هستم دبیر هستم ولی برنامه‌های بسیار جذاب شما واقعا خیلی برام جالب بوده. الحمدلله. خدا رو شاکریم. خدمت شما عرض کنم که جناب حاج آقا می فرمودن در مورد حدیث ثقلین، واقعا بنده از دوستان اهل سنت خودم در سراسر جهان اسلام خواهش و تمنا اینه که بیشتر به کتب خودشون مراجعه کنن، بیشتر احادیث را ببینن، بیشتر آشنا بشن با حداقل کتابهای خودشون. و خدمت شما عرض کنم که حدیث ثقلین واقعا از احادیث بسیار متقن و از احادیث متواتر هست در کتب اهل سنت، در کتب اهل تشیع. و خدمت شما عرض کنم که چیزی جایی برای شک و تردید باقی نگذاشتن. بله.
همین فقط خواستم. ممنونیم جناب مرادی، درود بر شما، متشکرم که تماس گرفتید و از این لطف کردید، سپاسگزاری می‌کنم. تماس می‌گیرم یه مقدار، خدا خیرتون بده، زیاد مطالبه ممنونم، درود بر شما، نمی‌شم تا دوستان دیگه بیشتر بتونن. متشکرم، خیلی ممنون که بخشا نصیب می‌کنید، متشکرم. جناب آقای یکتاپرست از کرج، از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. سلام از من خدمت شما محسن، سلامت باشید، کارشناس محترم برنامه‌تون قرض. سلامت باشید، در خدمتتون هستیم. آقای محسنی، تو هفته پیش من زنگ زدم صحبتام تکمیل نشد، اتاق فرمان قطع کرد. من خواهش می‌کنم آقای اتاق فرمان صحبت من قطع نکنه، تموم شد. ما قطع نمی‌کنیم مگر شما دوست عزیزمون حالا یا تلفن خودتون قطع بشه. نه من قطع نکردم، من قطع رو تو پاسخ بدم که آقای قطع. یه لطفی هم بفرمایید، یه لطفی هم بفرمایید که وقت هم مدیریت کنید. اگه یه موقع خلاصه 20 دقیقه بخواید وقت رو بگیرید، ظلم به در حق بقیه عزیزانمون میشه. نه 20 دقیقه هم باش. شما ما میگیم 2 دقیقه 3 دقیقه، شما دیگه حالا 5 دقیقه صحبت بفرمایید. خیلی ممنون. ممنون. آقای رجبی، من دو هفته پیش پرسیدم که از نظر شما بدعت یعنی چی، اصلا بعد رسول خدا یعنی دوامد بدعت هست یا نیست؟ من. جواب درست من ندادم غزنی. چرا جواب دادن دیگه؟ آنچه که در دین نیست و در دین وارد بکنن. چه مفهومی ده؟ خب بعد رسول خدا هر امامی که چیزی وارد کرد اونم حساب چجوریه؟ مثل همون نمازی که خلیفه دوم وارد کردن و خودشون هم گفتن چه بدعت خوبی هست، این یعنی بدعت. خلیفه دوم که وارد نکرد. نماز تراویح کی وارد کرد؟ جماعتش و کتاب خودتون هم هست. بله، خب نماز تراویح کی وارد کرد؟ نماز تراویح تو زمان رسول خدا هم خونده میشد، فقط اومد به جماعتش کرد. بله همون جماعتش رو میگم. خب این در سنت بود یا نبود؟ بود دیگه. نه جماعتش بود؟ جماعتش که نه. خب پس نبود. خب حالا جناب آقای یکتاپرست عزیز، آقای یکتاپرست ببین عزیز جان، ببینید حالا فعلا بحث تراویح رو جناب آقای محسن پیش کشیدن. نه. الان صحیح بخاری جلوتون هست یا نه؟ نه جلوم. من یک آدرسی رو میدم، یه دو سه تا آدرس، یه بزرگواری کن نگاه کن. ما شما رو آدم منصف یافتیم، یعنی تا به حال ما خلاف ادبی از شما ندیدیم، گرچه هر کس هم خلاف ادب میگه ما پخش میکنیم حرفاشون رو. اینی که فرمودید قطع میشه، اینجا ما دوستانمون به هیچ وجه قطع نمیکنن، ولی بعضی وقت ما خودمون با دوستان صحبت میکنم. همین امروز بعضی از دوستان در رابطه با همون شبکه کار ضرور داشتم، دو بار سه بار تلفنمون قطع شد. این قطع شدن ها این طبیعی کار جناب آقای یکتاپرست، این رو فوری نگید که شبکه داره قطع میکنه. شما بزرگواری کنید، بله شما بزرگواری کنید، کتاب صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 99 بر مبنای مکتبه اهل بیت، حدیث شماره 61 13 در اونجا داره که پیغمبر اکرم آمد مسجد، برای شما عرض کنم دید که مردم دارن نماز میخوانن، ماه رمضان هم هست، برای شما عرض کنم فخرج الیه مغضبا، آمد به طرف مردم در حال غضبناک، فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم. شما که دارید نماز جماعت تو مسجد میخوانید، میترسم این بر شما واجب بشه. فعلیکم بالصلاه في بيوتكم، بر شما باد که نماز تو خونه هاتون بخوانید. فان خير صلاه المرء في بيته، بهترین نماز یک انسان نمازی است که در خانه میخواند. الا صلات المکتوبه، مگر نماز واجب. این برای شما عرض کنم یک روایت. روایت 2009 اگر نیاز هست من صحیح بخاری بغل دستم نشان بدم خدمتتون. حالا اجازه بدید من یه سوال دیگه بدارم. نه اجازه بدید من حرفم تمام بشه. اجازه بدید من حرفم در خدمت شما هستیم، چون بحثی که حضرت عالی فرمودید این بحث به درد همه میخوره، بحث محض شما نیست. برای شما پیغمبر فرمود من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حالا بعضی از جاها ما تأخرم، من تو ذهنم نیست ما تأخرم دارد یا نه. بعد میگه و قال ابن شهاب فتوفی رسول الله والامر علی ذلک، پیغمبر از دنیا رفت
و قضیه به همین شکل بود، یعنی مردم نماز تراویح را به جماعت نمیخواندند. ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابوبکر، در خلافت ابوبکر هم این طوری بود. و صدرن من خلافت عمر، بخشی از دوران عمر هم مردم نماز تراویح نداشتند، یعنی نماز مستحبی رو به جماعت نمیخواندند. این هم عرض کردم حدیث 2009 از صحیح بخاری، جلدش هم خواستید جلد دو صفحه 252 عزیز دلم، شرح صحیح بخاری ابن حجر که میگه کان الامر علی ذلک، این که در اینجا آمده است که پیغمبر از دنیا رفت قضیه به این شکلی بود، یعنی علی ترک الجماعت فی التراویح. پیغمبر اکرم در زمانشون نماز تراویح به جماعت خوانده نمیشد. ولم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع الناس علی القیام، پیغمبر اکرم مردم را جمع نکرد بر قیام بر ماه رمضان، یعنی دستور نداد که نماز نافله ماه رمضان را به جماعت بخوانند. این را هم اگر حضرت عالی مراجعه بفرمایید فتح الباری جلد چهارم صفحه 203، و همچنین جناب بدرالدین عینی همین عبارت را در عمدت الغاری جلد ششم صفحه 125 عزیز من نقل میکنه. از اون طرف بخاری نقل میکند در جلد یک صحیحش صفحه 342 حدیث 20 حدیث 20 حدیث 20 میگه آقای خلیفه دوم وارد مسجد شد، دید مردم دارن تیکه تیکه نماز میخوانن، 5 نفر اینجا 5 نفر اونجا 5 نفر اونجا. بعد فقال عمر انی ارا لو جمعت هؤلاء علی غار واحد، اگر بتونم تمام اینها را یک امام جماعتی خلاصه اقتدا بکنم. بعد برای شما عرض کنم تصمیم گرفتن که آقای ابی بن کعب جلو وایسته، مردم پشت سرش نماز نافله ماه رمضان را به جماعت بخونن. فردا آقای خلیفه دوم وارد مسجد شد، قال عمر نعم البدعت هاده، چه بدعت خوبی این، نعم البدعت هاده، این بدعت خیلی خوبی است که بنیانگذاری شد. بعد گفت والتی ینامون انها افضل من التی یقومون، اونهایی که تو خونه هستن و میخوابن نماز نافله ماه رمضان را آخر شب میخوانند بهترن از اینهایی که اول شب میان چکار میکنند به این شکلی نماز میخوانند. حتی اگر حضرت عالی بخواهید من مانیتور هم همون نرم افزار جامع الکبیر رو نشان بدم، اگر مشکل هست این رو خدمتتون تقدیم بکنم. حالا من در خدمت حضرت عالی هستم، فرمایشی که دارید بفرمایید تا بشنویم. بله تا الان 10 دقیقه شده. من 2 دقیقه صحبت کردم. نه حالا میگم 10 دقیقه شده دیگه، شما رو تحت تاثیر. حالا اگر دوستان من عذر میخوام یکتاپرست یک لحظه مانیتور من رو اگر بدن به آنتن. بله ببین عزیز دلم، در این نرم افزار اون آدرس هایی که بنده دادن 20 بر مبنای همین صحیح بخاری است که ما بارها نشان دادیم، این در عربستان سعودی چاپ شده. حالا من نمیدونم این دوستان میتونن، بله این صحیح بخاری تک جلدی که من عرض کردم حدیث شماره 20 اینجاست، ولی حالا اینا چون اکثر مردم ندارن این رو، ولی نرم افزار در اختیار عموم مردم هست. بفرمایید آقای عمر ابن الخطاب شب دیگر آمد و ناس یصلون بصلات، قال عمر نعم البدعت هاذه، این بدعت خوبیه. حالا حضرت عالی ما در خدمتتون هستیم آقای یکتاپرست، ولی طوری صحبت بشه جناب یکتاپرست، هم مستدل هم مستند برای هم عزیزان شیعه هم برای عزیزان اهل سنت قابل استفاده باشه. ما در خدمت شما هستیم. بله بفرمایید. بعد من یه سوال میتونم بپرسم از جنی؟ بله بفرمایید عزیزم. میخوام ببینم وقتی که عمر اینو گفت که به دفع خوبیه، اطرافیان چی گفتن؟ والا اونو باید شما جواب بدید. نه بخواه از شما بپرسم دیگه. بله
این بدعت خوبیه. اون از چی گفتن؟ عرض کردم شما جواب بدید. من از شما میپرسم. بله. از من میپرسی جناب بله. عمر ابن الخطاب طوری بود برخوردش با صحابه، کسی جرأت حرف زدن رو حرف آقای عمر نداشت، مثل متعتان و حرم محمد. این جواب نیست دیگه آقای قزوینی، بله. به خاطر ترس و اینا همه یعنی اینجوری بودن دیگه. حالا من نمیدانم دیگه نظر حضرت علی چی بوده. میخوای بگم حاج آقا روایت های ترس رو بیاره جان؟ میخوای بگم حاج آقا روایت های نه میخوای بگم نیست آقای محسنی، میخوام ببینم حضرت علی چی گفته در قبال این بدعت. چه امیر المؤمنین سلام الله علیه در یک گوشه بود، داره برای سخن امیر المؤمنین در اون زمان عقیده ما این است که تره خورد نمی کردن. الان اگر دوستان مانیتور من رو بدن یک لحظه بفرمایید، این دیگه صحیح مسلمه، چیزم که نیست، کتاب های شیعه نیست، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1697 میگه برای شما عرض کنم عبی ابن کعبه که فلا تکن یبن الخطاب عذابا علی اصحاب رسول الله. این دیگه من عرض کردم که شما میفرمایید این قابل قبول نیست که کسی جرأت نمیکرد روی حرف جناب عمر ابن الخطاب حرف بزنه. اینم دیگه صحیح مسلم شماست عزیز دل من. من در خدمت شما هستم. بله. این چی گفته بود؟ این یکی از صحابه به نام عبی ابن کعب. نه من گفتم حضرت علی چی گفته؟ حضرت علی سلام الله علیه درباره چیز نظرش این هست که در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 نظر علی ابن ابی طالب این هست که جناب عمر آثم گناهکار دروغگو خائن حیله‌گر بوده. میخواد اینم من بیارم خدمتتون؟ حدیث دارم میگم، ببخشید از این صحبتتون قطع کردم. درباره چی؟ درباره این نعمل بده خوبیه. درباره این از این جهت میفرمایید شما امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون زمان چی گفته این در دست ما نیست، یعنی مشخص بر این که اون زمان حضرت امیر سلام الله علیه توانایی مخالفت نداشت، ولی آنتی که مطرح در زمان خود حضرت که وقتی آمد برای شما عرض کنم قضایا را مطرح کرد، خود حضرت امیر سلام الله علیه وقتی که در کوفه بود شنید که مردم دارن برای شما عرض کنم نماز تراویح میخوانن، آقا امام مجتبی سلام الله علیه را دستور داد که بره به اینها بگه بر اینکه شما چیز نکنید، نماز تراویح نخوانید. مردم صدا زدن وا سنت عمرا وا سنت عمرا، و امام علی از امام حسن سوال کرد بر اینکه چیه قضیه، گفت بله من گفتم نماز تراویح بدعته. خود روایتی که ما داریم با سند صحیح در کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 3 صفحه 69 مراجعه کنید، حدیث شماره 29 امیر المؤمنین فرمود ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان فی جماعت بدعتون. وقتی که برای شما عرض کنم امام حسن رو دستور داد که بره مردم رو نهی کرد از نماز تراوی، مردم برگشتن ساهو و عمرا و عمرا. امیر المؤمنین فرمود که چیه؟ گفت والا این طوریه. فقال امیر قل لهم صلوا، گفت نمازتون رو بخوانید. روایت هم صحیح از دیدگاه ما. تهذیب جلد 3 صفحه 70 حدیث شماره 30 و وسائل جلد 8 صفحه 46 در خدمت شما هستیم. چرا شما تهذیب حدیث آوردید؟ بله از کجا؟ من این در کتاب های شما نیامده. من که شما چرا از کتب شیعه میگی؟ بله شما گفتید امیر المؤمنین چه گفته؟ گفتم از امیر المؤمنین چیزی نقل نشده در کتابهای شما، در کتابهای ما هست. نه دیگه ما دیگه شما میخواید که آخه مورد قبول نیست آخه. آخه حرف حضرت علی علیه السلام که همه حرفای حضرت علی علیه السلام که در کتاب شما نیست. اصلا شما که حضرت علی رو به عنوان خلیفه اول و دوم قبولش نداری، یا اصلا به عنوان امام قبولش نداری. ما به عنوان امام قبولش داریم، این حدیثو داریم. یعنی چیه؟ این شما میگه سه های سته دیگه، کتب سته، حدیثی از حضرت علی نیست؟
نه هست، نه اینکه نباشه. حدیث خیلی کم داره. حالا یه حال برادر عزیزم، جوابتون من دادم. من می‌خواستم حضرت دادم، دوستم گفتم. جوابتون رو گفتم، حضرت امیر حدود کسانی بود که بکنید محالته بله. رو بله، عمر گفت لا تکونن عذاباً علی اصحاب رسول الله. علی هم دیگه اصحاب پیغمبر بوده. آقای یک تاپر است. الان تقریباً 17 دقیقه است داریم با شما صحبت می‌کنیم. شما سوالتون رو پرسیدید، جوابتون هم گرفتیم. اگه سوال دیگه ندارید خیلی ممنونیم. خیلی متشکرم. خب جناب آقای صدر ممتاز از لاهیجان. الو. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. سلام و شفقت دارم خدمت مجری بزرگوار برنامه جناب آقای محسنی و کارشناس عزیز برنامه جناب آقای غزینی. خدا بنده عرض خاصی ندارم، فقط یه شکایت بنا به وقتی که بنده دادید از شما دارم. بفرمایید. این تواضع برنامه شما و تواضع فروتنی حضرت عالی پدر ما رو در آورده. خدا شاهده بنده چند وقت قبل از حوزه اینه لایجان اومدم بیرون، داشتم میرفتم دیدم یکی اومد با من سلام علیک افلان با من هم قدم شد، گفتم این خوب به جان همدیگه افتادین شما، گفتم چطور؟ گفت آقای غزبینی اومده آقای اللهیاری رو نمیدونم لعن میکنه، آقای اللهیاری اومده آقای غزبینی رو بر علیه صحبت میکنه، بر علیه مراجع شما افتادی، نمیدونم آقای اصفهانی رو شما سبش میکنید لعنش میکنید. حاج آقا به خدا قسم این فروتنی شما پدر ما رو در آورده. آقا ما چطور میتونیم؟ شما باید میفرمایید که به اینها احترام بگذاریم، نمیدونم به خلفای اونها آقای اولی و دوم و اینا رو توهین نکنیم. چطور میتونیم خانم قاتل خانم فاطمه زهرا رو ما چطور میتونیم احترامش رو نگه داریم در حالی که در تاریخ اسلام زهری اومده آقای طبری هم اینا رو نقد کرده؟ ما چطور میتونیم از اینها حمایت بکنیم؟ ما قاتلین فاطمه زهرا رو چطور میتونیم احترامشون رو نگه داریم؟ حرفتون تمام شد؟ بنده بفرمایید. نه حرفتون تمام شد؟ بفرمایید. حضرت عالی نسبت به حضرت زهرا بیشتر علاقه مندید یا امام صادق؟ خب یا امام باقر یا امیر المؤمنین سلام الله علیه؟ درسته، بفرمایید. خب امیر المؤمنین شما بفرمایید در یک جا رفته بالای منبر شروع کرده به خدارها فوش دادن، یک روایت برای من نشان بده. امام صادق رفته بالای منبر شروع کرده به اهل سنت فوش دادن، بنده مخلص شما هستم، از امشب شروع میکنم به فوش دادن. ما تابع ائمه‌مون هستیم برادر عزیزم، ما نباید از ائمه جلو. شما از نه از مراجعمون علاقت بیشتره به اهل بیت، به حضرت زهرا برادر من، نه از ائمه بیشتره. ما باید تلاش کنیم عزیز من، فردای قیامت جواب که ما باید بدیم اگر از ما سوال کردن چرا کردی، بگو امام صادق گفته. من یک نکته ای رو برای همه شیعیان عزیز امشب عرض کنم. امام صادق سلام الله ظاهرا ابو بصیر اینها نشسته بودن خدمت ایشون، یه خانمی آمد یک مسئله سوال کنه. امام صادق به صحابه گفت یه مقداری دقت کنید در ادب و ادبیات این زن. این خانم آمد گفت یا ابن رسول الله من مریضم، رفتم دکتر، دکترم گفته تنها علاج تو این است که شراب بخوری، اگر شراب نخوری میمیری. امام فرمود برای چی اومدی از من سوال کنی؟ گفت یا ابن رسول الله اومدم از شما سوال کنم، اگر گفتی بخور میرم میخورم. شب اول قبل از این سوال کردن چرا خوردی، میگم امام صادق فرمود. اگر گفتی نخور نمیخورم ولو با این مرض بمیرم. شب اول قبل از این سوال کردن چرا نخوردی مردی خودکشی کردی، میگم امام صادق فرمود. امام صادق سلام الله رو کرد به صحابه گفت ایمان یعنی این، تقوا یعنی این، ولایت یعنی این. ببینید برادر بزرگوارم، اون ظاهرا ابو خالد کابلی چی خدمت امام یک سیبیه از وسط نصف میکنه، میگه ابن رسول الله من عقیدم به شما اینه، همین یه دو نصیب که الان نصف کردم بگه نصفش حلاله نصفش حرامه. به هیچ وجهی به خودم اجازه نمیدم که بگم چرا این طرفش حلاله این طرفش حرامه. ما برادر عزیزم ملاک ما نظر ائمه ما هست، ملاک ما نظر مراجع بزرگوار ما هست. بنده ام اگر یک روزی احساس کردید برخلاف نظر ائمه دارم حرف میزنم، برخلاف نظر آقایان مراجع ازام حرف میزنم، یقین بدانید منم از خط مستقیم ولایت رفتم بیرون. هر کسی باشه، ائمه برای ما الگو هستن، مراجع ما برای ما اسوه هستن. برادر بزرگوارم تلاش کنیم
خودمون جلوتر از اینها نباشیم، تندتر از اینها هم نباشیم. حضرت عالی یقین بدان هر چقدر به حضرت زهرا علاقه داشته باشی، من عذر میخوام از شما، عذر میخوام، بنده میتونم ادعا کنم میلیون برابر حضرت عالی و حضرت زهرا علاقه دارم. بارها هم گفتم هر چه تو زندگی دارم به برکت حضرت زهراست و روزی از عمرم نمیگذرد قطره اشکی در مصائب حضرت زهرا نریخته باشم. بارها گفتم از خدا خواستم عمری به من ندهد که 24 ساعت از عمر من بگذرد قطره اشکی برای حضرت زهرا نریزم. ولی با تمام اینها ما نیامده این قداست هامون رو در این شبکه یا در این از حراج کنیم. ما تابع ائمه ما هستیم، تابع امیرالمؤمنین هستیم، تابع سخنان حضرت زهرا هستیم. اینها هر چه به ما بگن ما میگیم سمعا و طاعتا. خیلی ممنون آقا انصافاً، تذکر زیبا و به جای بود، سپاسگزاری میکنم از این توضیح زیباتون. خب جناب آقای سرمنتازم که باشون خداحافظی میکنیم، جناب آقا محمد از کردستان اگه صدای بنده رو داری سلام و عرض ادب دارم از برادران اهل سنت. سلام علیکم خدمت استاد آزادگوار و حضاقای گرانقدر. سلامت باشید. آن سید اولاد رسول الله خدا شما راضی باشه. من ممنونم به یکی خدا. خواهش میکنم. ممنونم از آقای قزوینی با ادب و شان، واقعا با ادب. درود خدا، درود خدا بر تو باد. سلامت باشید. متشکر آقای محمد آقا. در خدمتون هستیم. من از هاشمی و از اون من دیگه های دیگه که اون شبکه ها اصلا بدم میاد، اصلا اونا رو اهل سنت نمیدونم. اون کی هست؟ از یک به قول خودتون آقای اللهیاری هستون گاوه، به قول خودتون آقای اللهیاری گاوه، ایشون شکست بخوره از آخه انسانی که سنی باشه بیاد عقاید خودش رو نتوانه ثابت کنه دیگه، اون عقاید متهم باشه. ولی بنده من از هاشمی بدم میاد، بنده خودم دارم درس بخوام در حوزه اهل سنت، در تمام انشاءالله اگر روزی بشه این شبکه نابود بشن، واقعا آبروی ما. جناب آقا محمد شما که از علما هستید، یعنی دارید درس میخونید، از ما مصطفی هستید دیگه اگه اشتباه نکنم، ما از امثال شماها این انتظار رو داریم که با انصاف با فکر باز انشاءالله این مباحثی که مطرح میشه اینا رو بررسی بکنید و قضاوت این مباحث هم به عهده خود شما عزیزان خواهیم گذاشت. به هر صورت شما جلودار مردم هستید در اون مناطقی که هستید و آنچه که بین خودتون و خدای خودتون به حق هست و احساس میکنید باید اون رو انتخاب بکنید و انشاءالله بتوانید برای مردم هدایت کاری بکنید. خیلی ممنون از این توضیحاتی که دادید. ما هم دوباره تشکر میکنیم، خدا انشاءالله جزای خیر به شما بده. ولی همونطور که حضرت عالی فرمودید آقای هاشمی، حالا از اون طرف میگن آقا ما به قول الله یاری چینیزان و دویرا میگن، از اون طرف میره اونجا باش مناظره میکنه. یعنی واقعا من بی تعارف دارم میگم، قصد اهانتم ندارم، هاشمی در اون مناظره بی غیرتی خودش رو، کمال بی غیرتیش رو نسبت به مادرش عایشه ثابت کرد. جلوی چشمیشون چندین بار توهین کرد، لعنت کرد. اینقدر این وجدان غیرت نداشت تلفن رو قطع کنه؟ اینقدر وجدان نداشت، اینقدر غیره. حالا این آقا اومده مدافع به قول عایشه و برای شما عرض کنم معاویه و یزید و خلفا شده. یعنی واقعا فرمایش حضرت عالی فرمایش کاملا متینیه. حالا ما اصلا کاری نداریم در اون مناظره ایشون شکست خورد یا اون آقا شکست خورد، رو این قضیه ما کار تحلیلم تا به حال نداشتیم. ولی آقای هاشمی در اون قضیه که بیش از 50 بار تا به حال اینه الله یاری پخش کرده، بی غیرتی خودشون نسبت به مقدساتش اونجا به نمایش گذاشت. من گفتم با این وضعی که شون روش نمیشه بیاد تو شبکه بخواد برای شما کنم حرف بزنه، ولی ما دیدیم نه اصلا. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. آقا هم صحبتی ندارین؟ من از آقای قزوینی دکتر بزرگوار یه سوال داشتم. آقای قزوینی این ماجرای رضائه که در کتاب‌های ما رضائه کبیره در کتاب‌های ما در مثلا در مالک مالک نقل میکنه، میگه باید این صحیحش رو بنده من از استادان خودم از کسانی که در حوزه هستن پرسیده هم گفتن مالک صحیح. خب اینجا میاد میگه مالک رضائه که به شرط این باشه اگه یه قطره
ولی امام شافعی یه جوری دیگه میگه. امام شافعی میگه باید آن بچه سیر شود، آن بچه سیر شود. و حضرت علی هم دوباره به نظر من تا اونجا که من میدونم حضرت علی هم بنابراین شما امام جعفر صادق این که باید بچه سیر شه. حالا من خواستم اینو بگم که ببینم مالک درست میگه یا امام شافعی درست میگه، بالاخره کدومشون درست؟ حالا این دیگه بحثی است که مربوط به خود شما هست، ولی در رضا کلن، حالا رضای کبیر رو کار نداریم ما، کل رضا، رضا یعنی خوردن از سینه مادر رو میگن رضا، یعنی المسن طبیعه. بله، در اونجا آنچه که مطرح است و روایات متعدد داریم چه شیعه و چه سنی، چند تا راه داره برادر عزیزم. یک عددی، حالا این عدد که برای شما عرض کنم در کتابهای معتبر شما هست که 10 بار باید باشد، یعنی 10 بار باید بچه شیر بخورد، شیر سیرم بخورد، یعنی از سینه مادر 10 مرتبه تا اون لحظه ای که سیر بشه خود بچه برگرده عقب، یعنی اینطور نیست که مادر برایشون سینه‌ش رو بکشه کنار، یا 10 بار کامل سیر بشه، یا نه 24 ساعت هیچ غذا نخورد فقط شیر بخوره، یا نه تیکه تیکه بخوره، مثلا امروز 2 مرتبه، پس فردا 3 مرتبه، دا پس فردا 4 مرتبه. عرفاً بگن گوشت و استخوان این از شیر این مادر روئیده شد، این رو ما میگیم رضا برادر عزیزم. و بسیاری از آقایان اهل سنت هم در این قضیه با ما موافق هستند و ما در این بحثی که داریم فقه مقارن انشاءالله این قضیه رو که ما مطرح میکنیم اونجا هم اقوال شیعه رو مطرح میکنیم، اقوال شافعی را مطرح میکنیم، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، ظاهری ها و فتاوای آقایان وهابی ها را هم اونجا ما میاریم. انشاءالله این برنامه که وقتی پخش شد از شبکه اونجا دیگه قطعا حضرت عالی مفصل جوابتون رو خواهید گرفت. حتی بحث رضای کبیره رو نداشتید شما؟ بله، نه، رضای کبیره رو ندارم. رضای کبیره را ما معتقد هستیم، عقیده شخص بنده این هست، کسی که این رضای کبیر را در صحیح بخاری و مسلم آورده یا به عایشه همسر پیغمبر نسبت داده، اینها قصدشون اهانت به ناموس پیغمبر و جسارت به اسلام بوده. حتی وقتی میاد در خود صحیح بخاری برای شما عرض کنم، وقتی این قضیه مطرح میشه نسبت به همون سهل بنت سهیل، میگه نمیدونم این غلامه میاد برای شما عرض کنم باعث میشه که ابو حذیفه ناراحت بشه، میگه برو به شیر بده. میگه بابا اون رجلون کبیر، مرد بزرگیه. حضرت میخنده میگه من میدانم مرد بزرگیه. این رو در صحیح مسلم آقایان اگر مراجعه کنن حدیث 3490، بعد در روایت 3494 این برمیگرده به پیغمبر میگه یا رسول الله اینی که شما میگه من برم شیر بدم این ریش داره، این نهود و لحیتین ریش داره. حضرت میفرماید بله من میدانم ریش داره، ولی برو به شیر بده تا محرم بشه، تا شوهرت خلاصه یه مقداری شکاک نشه که مثلا یک جوان نامحرم میاد میره. این قضایایی هست. ما معتقدیم که اصلا این روایت دروغ، عقیده شخص ما اینه روایت دروغ جعلیه. حالا یا مسلم اشتباه کرده این را آورده، یا غفلت کرده این را آورده. حتی اون قضایایی هم که آوردن که عایشه به بچه های خواهرش، به خواهراش میگفت که برن 5 بار افرادی را شیر بدن تا با عایشه محرم بشه، اون هم مشخص قصدشون اهانت به عایشه بوده. اصلا در همون روایت اگر خوب دقت بکنه مشخصه که میخوان ناموس پیغمبر رو در ملأ عام و در منظر مردم بی آبرو کنن. میگه فکانت عایشه تأمر بنات اخوتها و بنات اخواتها ان یرزئن من احبت ان یدخل علیها و یراها. هر کدام از این جوانها که عایشه دوستش داشت میخواست بیاد پیشش اینها را ببیند، میگو برو شیر. اصلا این تعبیر من احبت ان یدخل علیها و یراها توهین به ناموس پیغمبره، توهین به ناموس پیغمبر، توهین به خود پیغمبره. این رو ما بارها گفتیم.
بعضی حتی از دوستان ما، همکاران ما میان این مباحث رو شروع میکنن به عنوان یک مسئله به نمایش گذاشتن. بله این ایراد به علمای اهل سنت هست، باید آقایان علمای اهل سنت بیان از این جواب بدن، شجاعانه بگن آقا این روایات جعلیه، این روایات دروغه. ولو اینکه بگن آقا یه کسی در داخل لیوان شیرش رو بدوشه، اصلا این خودش هم از استهزا هست، مسخره هست. این من بگم بله فلان خانم بیاد شیرش رو بدوشه تو یک لیوان، ببرن بدن فلان جوانه ریشدار ریش سیبیل رو بخوره تا محرم بشه. اما باید یک شعری بگیم که متاسفانه بعضی از این علمای وهابی هم فتوا داده بودن. بله اینا پارسال فتوا دادن برای اینکه اون خانم هایی که دارن میرن ادارات اینها برایشان به همین راننده چند بار شیر بدن محرم بشن یا تو ادارات، خیلی سر صدا ایجاد کرد. بله ایوه برادر عزیزم، ما از حضرت عالی و دوستانی مثل حضرت عالی که واقعا هم مؤدب هستید، هم شجاعانه حرف رو میزنید و هیچ گونه ترس واهمه هم ندارید و تعصب رو هم کنار گذاشتید، ما از دور بر پیشانه شما بوسه میزنیم و دست شما را میفشاریم و به وجود شماها هم عزیزم افتخار میکنیم. خب ممنون جناب آقا محمد. استاد ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم. بله استاد، در بهار الانوار آنجایی که جلد 100 میگه صیغه بعد از غزوه های رسول خدا، بعد از آن میاد میگه بعد عمر بن خطاب آن صیغه رو حرام کرد و بعد میاد دوباره از علی عبدالله رضی الله عنه میاد میگه علی عبدالله گفته رسول خدا حلال و بعد حرامه ها، اول اونو حلال کرد در غزوه ها، بعد از اونم حرامش کرد. حالا عزیزان بزرگواران اهل تشیع اینو میان نقل میکنن و بعضیا میگن صیغه درسته. انجام بهار الانوار جلد 100 حدیث 15. بله ببین برادر عزیزم، شیعه آقای محمد آقا، ببینید ما مثل آقایان اهل سنت کتابی که از اول تا آخر صحیح باشد عزیزم نداریم. اگر روایتی بررسی سندی کردیم سندش درست بود، بگیم این روایت از معصوم صادر شده. اگرم حتی درست هم بود، ما میاریم فقه الحدیثی میکنیم. اگر یک روایت آمد یه طوری گفت، دو تا روایت دیگری طور دیگر گفت، ما میاریم. اگر چنانچه دو تا روایت متعارض باشن، ما یک اخبار علاجیه داریم، راه خلاصه علاجیه که بین این روایات متعارض چیکار باید کرد، اینها را یک فقیه و مجتهد میاد بررسی میکنه. ولی این که شما میفرمایید پیغمبر اکرم حرام کرده، از دیدگاه شیعه به هیچ وجه همچه قضیه ای نبوده و این رو ما دروغ محض میدانیم. نه تنها ما، خیلی از بزرگان اهل سنت هم، خود ابن حجر عسقلانی هم برای شما در فتح الباری مفصل این قضایا را آورده. میگه اونهایی که آمدن گفتن بر این که نمیدونم متعه یک روزی حلال شد یک روزی حرام شد و چنین و چنان، تمامی اینها برای شما عرض کنم اشکال داره و کسانی که برای شما عرض کنم علاقهی به چیز دارن، چی اسمش؟ روایات دارن، کسی که از سیره و تاریخ خبر دارد میداند بر این که این مسئله کاملا دروغ محض هست. الان مثلا من یک عبارتی رو اگر نمیدونم شما کتاب فتح الباری جلوی چشمتون باشه، یا می آدرسی میدم به شما، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 9 صفحه 170 تشریف ببرید، اونجا آمده گفته بر این که آیا این نکاح متعه کی حلال شد کی حرام شد. میگه بعضی از روایات داره برای اینکه در غزوه تبوک حلال شد دوباره حرام شد، بعضی ها دارن در عمرة القضا سال ششم هجرت در اون غزایای برای شما عرض کنم صلح حدیبیه، برایشون بعضی ها گفتن سال فتح مکه، بعضی ها گفتن نه در غزوه اوتاس، یعنی در اون جنگی که برای طائف میرفتن. برای شما عرض کنم، میگه با توجه به این روایات متعدد داریم، فلان روز حلال شد فلان روز حرام شد، فلان روز حلال شد فلان روز حرام شد، تمامی اینها نشان میدهد بر اینکه این قضایا اصلا بیخ ندارد و ریشه هم ندارد. و اضافه اصلا بعضی از
مباحثی رو آقایان اهل سنت آوردن که واقعا آدم نمیدانه برای شما عرض کنم چه کار بکنه. من فقط برای این که حضرت عالی چون آدم بزرگواری بودید و منصفانه حرف زدید، این شبکه نفاق و نواسب، یک دفعه یک کسی زنگ زد اونجا، یکی از همین بچه شیعه ها، که آقا اینها در بعضی از جنگ ها سیگه حلال بوده. گفت این دروغ محضه. گفت آقا در خود صحیح بخاری آمده. گفت بخاری که معصوم نیست. گفت بابا فلان صحابی نقل کرده، فلان صحابی هم معصوم نیست. ولی من یک چیزی رو برای شما عرض کنم امشب، میخوام برای بینندگان عزیز، چون ایام شادی هست، ایام خلاصه رجب هست، اینها صحیح مسلم، این رو من تقاضا دارم هم دوستان شیعه هم دوستان سنی این رو یادداشت بکنن، جلد چهارم صحیح مسلم صفحه 132 حدیث 3110 برای شما عرض کنم، از ربیع ابن صبره نقل میکنه از پدرش که سال فتح مکه برای شما عرض کنم ما حدود 15 روز در مکه ماندیم. خوب آقایان عرب ها هم مشهور است که روی مسائل، چون هوای گرم عربستان و غیره اینها، یه مدار روی این مسائل چیزی حالا فشار آورد بر اونها. البته شدم جوان بودن، یک جوانی که 3 روز یک دو هم بله خورما هم خلاصه چیز، حالا ما کاری با اینهاش نداریم، اینها شوخیه، ولی این که صحابه احساس کردن که شهوت به اینا فشار میاره، از پیغمبر اکرم اجازه خواستن که در مکه متعه کنن، زنانی را سیگه کنن. میگه فعدنا لنا رسول الله فی متعت النساء، پیغمبر به ما اجازه داد که بریم چکار کنیم، زنها را سیگه کنیم. میگه من با یکی از فامیل ها افتادیم تو خیابان های مکه، تو کوچه های مکه، ببینیم که خلاصه یک زن سیگه ما میتونیم پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم، تا اینکه خلاصه رفتیم و با یک خانمی برخورد کردیم که البته ایشون میگه مثل البکر انتنته، مثل خلاصه گواره خیلی بلند، قد بلندی داشت. و البته بعضی ها چیز میکنن که میگن میگن هم چشک بود هم لحاف، یاد من حضر میخوام. خلاصه با ایشون صحبت کردیم، گفت خب شما میخواد من از سیگه کنید چی دارید؟ گفت حالا یا سیگه من بشه یا سیگه این رفیقم، ما جز عبا چیزی دیگری نداریم. میگه رفیقم جوان خوشقیافه بود ولی عباش کهنه بود، من قیافم خراب بود، سیاه چهره بودم ولی عبام نو بود. برگشتم گفتم ما مهریه شما رو عبا قرار میدیم، و گفتم ببین عبای من خیلی نو هستا، شما بیا صیغه من شو. این خانم نگاه کرد به عبای من، به قیافه من، دید نه قیافم خیلی علیه السلام نیست. به رفیقم نگاه کرد، دید عباش پوسیده است ولی قیافه خوبی داره. بعد برای شما عرض کنم، میگه آقا به ما نگاه کردی اینها، گفت که نه آقا این بابا ولو این که عباش خراب از من سیگه این میشم، همین عبای پوسیده را به عنوان مهریه قرار میدهم ولی سیگه این آقا میشم. تعبیر این است که این برد هادا خلقون و بردی جدیدون غزل. خلاصه آخر میگه برای شما عرض کنم، ما آمدیم استمتعت منها، این رو این رفیقمون سیغه کرد، ما هم رفتیم دنبال کار خودمون، یک کسی متناسب خودمون رو پیدا کردیم. میگه مدتی که ما در مکه بودیم زنها را اونجا سیغه میکردیم. آقا مراجعه بفرمایید ببینید این حدیثی که عرض کردم 3310 این مال صحیح مسلم برادر عزیزم. بله. این آقایانی که میگن نمیدونم در جنگ خیبر پیغمبر حرام کرده بود، جنگ خیبر سال 6 هجریه، فتح مکه سال 10 هجریه، اگر پیغمبر در غزوه خیبر حرام کرده، چطور دوباره این صحابه به دستور پیغمبر دنبال زن سیگه‌ای هستن، اونم تو خیابان‌های مکه، اون هم دنبال برای شما عرض کنم به قول البکرت الانتنته، به اون تعبیری که این آقایان دارن، اونم
به قول بگومگوها و تکتونه های به قول مهریه و نمیدونم عبای کهنه و عبای تازه و این نمیدونم آدم جوان زیبایی، این آقا قیافه نداره، این آقا قیافه. خب ببینید اینها رو یک نگاه کنید برادر عزیزم، کارشناس محترم، مجری محترم، حداقل اینها رو یک نگاه بکن، حداقل ببینید که قضایا چیه، وضع از چه قراره. بعد شما بیا بگو بابا در صحیح مسلم آخه یک مورد دو مورد، شما بیا من در صحیح مسلم و بخاری 30 روایت پیدا کنم در رابطه با قضایای مشروعیت متعه. بله همینجوری. خیلی ممنونم جناب محمد، متشکرم از این صحبت‌های زیباتون که اینجور مطرح کردید و واقعا هم همین انتظاره. سپاسگزاریم می‌کنم جناب آقای احمدی از فارس، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب در خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الو. بفرمایید آقای احمدی. من خدمت حضرت عالی الله دکتر خزینی و شما آقای محسنی سلام عرض میکنم. سلامت باشید. من میخوام شکایت آقای دکتر خزینی رو به خودش بکنم. بله. ما در خدمت شما هستیم. این شب شکایت ما بیشتر شده. بله. بله. من خب من فکر میکنم از قرآن باشه و پیغمبر رو رحمت الله علیه نمی میدونن، درست میگم؟ بله فرمایید. بله من ایشون رو رحمت الله ایران میدونم حداقل این قبل سه سال. اما خب اون چیزی که الان من ناراحتم، خب من بیماری خاصی دارم، حالا این بیماری به سبب داره کاری ندارم. خدا انشاءالله شفا کامل بده. خدا انشاءالله شفا بده. ده هفته است من زنگ میزنم که منو واسه کار نمیکنن، ولی آقای اسم یوسف از زاهدان سه هفته اومد پشت با آقای دکتر قزوینی صحبت کرد، هر سه هفته از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه. آقای احمدی اینم یک سندیست که شما میفرمایید، اینم یک سند خیلی خوبیست برای شبکه ما. شما که از شیعیان هستید 6 ماه چند ماه پشت خطی نتونستید بیاید، ولی برادر اهل سنتی 3 بار همین آقای یکتاپرستی که اون هفته اومدن راحت این هفته هم وضع شدن، هفته بعد هم میتونن بیان اگه بازم میخوان صحبت کنن، هیچ مشکلی نداره. ما این احترامیست که به برادران اهل سنتمون، یعنی اینقدر آزادی میدیم. عدالت رو حداقل در رابطه با ماشیان اجازه بدید اینجا یه ذره ظلم بکنید آقای، چرا چون اونا رو بیشتر دوست دارید. آقای احمد اجازه بدید اینجا یه ذره ظلم بکنیم به شما. جونم میگم اجازه بدید به ما یه مقداری به شما ظلم بکنیم. خیلی نداره، ما دوست داریم برادر اهل سنتون بیشتر بیان بشن. بفرمایید اجازه میتونید صحبت بکنم؟ بله خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم اجازه بدید. من آقای خزینی دوست دارم به این خاطر که ایشون این همه مؤدبن با شما و تمام برنامه‌هایی که اجرا میشه، خلق علوی درش کاملا مشهوده. سلامت باشید. این میتونه ما را از صدا خوشش بیرون با این سلسله برنامه‌ها. سلامت باشید. خیلی خوشحالم. به اصطلاح علمای ما میگن که نگیم برادران اهل سنت، عزیزان اهل سنت بگیم. همینجوره. اون آقای حتی که زاله مزله رو که من حاضر نیستم اسمش بیارم، شبکه واقعا قدرت بس از بین میره با اون تهمت‌های ناجور رو به شیعه زد و حرفای هرچی میخواد میگه. ایشون یه جایزه گذاشت که 5 میلیون تومان هر کی بیاد ثابت کنه من فلان میکنم. تو همون برنامه شاگردان حضرت آیت الله دکتر قزوینی از سایت خود آیت الله سیستانی نشون دادن که این چیز این برنامه هست، این گفته هست، گفت مرغ نداره، مرغ نداره، مرغ پا نداره، آدم سر داره دست نداره پا نداره. از امارات زنگ میزنن شما به 10 مدل از نمیدونم در مبزار جامعه کبیر از کتابه های از که در عربستان سعودی چاپ میشن دستم بیارو نشون میدی قبول نمی کنه. میگه از بخاری نشون بدم قبول میکنی؟ میگه آره. میگه خب این نگاه کن این بخاری، میگه نه قبول ندارم. اینجا بخاری اشتباه کرد، اونجا عبدالوهاب اشتباه کرد، اونجا نمیدونم ابن تیمیه اشتباه کرد. ثانیاً حداقل این در حق ما شیعیان اونا رو بیشتر دوست داشت، من هم قبول میکنم اونا هم مسلمان هم اونا خیلی دوست داریم و حداقل رعایت عدالت بین ما اونا بشه. آقای محمد، آقای احمدی برسیم اشکالی نداره، ولی دیگه همهش دیگه واقعا خیلی نادره که من 6 سال افتادم توی رخت خواب زاینه خواهی هم. حالا این زاینه خواهی چرا بگذاریم، الان دستم میلرزه وقتی میخوام گوشه بردارم، دستم میلرزه. خب نمیتونم خیلی منتظر بمونم. پشت صبح زنگ دادم به آقای دست موسوی التماس کردم، گفتم بابا در هر برنامه هست
حداقل بذار من یه بار با اینا صحبت بکنم، حداقل با دکتر قزوینی صحبت بکنم، حداقل صداش بگوشم بخوره آرام بشه. انشالله حاج آقای دعا بکنن همه ما، انشالله امشب دعا میکنیم بینندگان عزیز هم آمین میدن. بله بله سلام جواد دعا کنم و همه امید بگن ان شاء الله خدا شما شفا بده. ولی این چیزی که شما فرمودید آقای احمدی، آقای احمدی اسلامی هیچ چیزی نمی‌دونستم، الان میتونم با همون حتاک مناظر بکنم محکومش بکنم. آقای احمدی اون چیزی که از شبکه شما یاد گرفتم، هیچ کتابی هم مطالعه نکردم برای شبکه شما. آقای احمدی و یه آقایی که در سندیگو هست، حالا اسمونم نمیارم، و او آقای هاشمزهی که خیلی اداش میشه، حضرت مهدی از الله تعالی خلیل شهید رو میگه مهدی. این آقا بگه روز هستی که شما به این تو تلویزیون صحبت کنید، دیدی چی کارت کرد؟ حالا من با واقع اصلا کاری ندارم، با ما مربوط نیست، ولی دیدی چی کارت کرد؟ خجالت بکش مرد اصلا. متشکرم آقای احمدی. البته روی برنامه ما به طرف این آقایونی که حالا پنبه تو گوشاشون گذاشتن و اصلا به قول حاج آقا سنگ پای قضیه هم گفتن زکی، اصلا رو طرف ما اونها نیستن، طرف ما این مردمی هستن، بزرگوارانی هستن که دارن مطالب ما رو میشنن، مثل آقا محمدی که از کردستان که از ما مصاحبه اونجا بود. اون هفته ما یک عزیزی از کردستان، یه عزیزی از زابل بود، خانمی از زابل بود، اینها ملاک طرف حساب ما هستن. اینها وصلت داریم، ما شرط بلاغ رو داریم میگیم، ما علیک الا البلاغ داریم، اینا رو عرض میکنیم، قضاوتی هم نمیکنیم، قضاوت هم به عهده شما بیننده عزیز هست. اصلا برامون هم مهم نیست آقای فلانی در فلان شبکه چی میگه، آقای فلانی در شبکه چی میگه، اون وظیفه ای که به عهده من رسالت که به عهده ما هست اون رو داریم عرض میکنیم. شما میخواد انا هدا انا حسابین ما شاکرن و ما کفورا. ما متشکرم از آقای احمدی بله. عزیز با صدا. همین جا دعای خدا را قسم میدهیم با آبروی زهرای مرضیه بر تمام بیماران در گوشه های بیمارستان، در گوشه های منزل هستند، چشم امیدی به دعاها و آمین بینندگان عزیز ما دارن. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی زهرا به همه آنها، مثلا به این برادر عزیزمون جناب آقای احمدی شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. الهی آمین، الهی آمین، ان شاء الله خدا شفا بده. خب جناب آقا محمد از بانه، از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام. مرد سلام خدمت شما. سلام خواهش کرد. من ابتدا یه اعتراض از برنامه امشب داشتم، موضوع حدیث ثقلین بود اما موضوعات مختلفی بحث شد. بله. در نظر بنده اگر ممکن میشه هر شب یه موضوع خاصی رو دنبال بکنید بهتره. ما یه موضوع شد. حدیث ثقلین رو پیگیری کردیم، دوست عزیزمون اومدن و باعث شدیم بر مرد زنگ. آقای محمد آقا ببین، آقای محمد آقای عزیز ما نمیتونیم که تعیین تکلیف بکنیم برای بینندگان. ما ببینید یک سلسله مطالبی رو داریم دنبال میکنیم. بله. ما به هیچ وجه متفرقه تو بحثمون نیست. ما یک ساعت اول هر چه هم تأخیر داره به قول حق ما خورده میشه. ولی ما این یک ساعت دوم رو که در خدمت بینندگان هستیم، ما نمیتونیم به بیننده تحمیل کنیم آقا شما فقط این سوال رو از من بکن. بله ما در خدمت حضرت عالی هستیم آقای محمد آقا. ولی اینو داشته باشید، الان وقت اونطوری هم نداره، مگر یک دفعه بحث های شما به قول ناتمام مان یا قطع شد، الان دیگه من گفتم چرا 7 دقیقه بیشتر ما نداریم، ما در خدمت حضرت عالی هستیم. بله پس دیگه هم باشه ممنون میشید. بله خواهش می‌کنم. در مورد حدیث ثقلی که شما بحث فرمودید، بله این تفاوت بین اطراتی و سنتی چیه؟ مگر اهل بیت یا اطرات راهی غیر از سنت داشتن؟ این ما هفته آینده بحث میکنیم. چشم، اینو ما توضیح میدیم. یکی از بحثامون این است که اصلا اگر... کتاب الله و اطراتی یا کتاب الله و سنتی هیچ منافاتی با هم ندارن. اهل بیت هم جز سنت پیغمبر چیزی نمیگفتن. حالا ما عکسی که از شما سوال بکنیم اشکال داره؟ با جلال نه اختیار داری حاجی کنم، ولی من میخواستم الان اگر محبت سرابی سوال میخواهم کنم. بله. حدیثی که ما باید مخلصی به دنبال سنت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم، و من اصدق من الله حدیثا، خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بله. این که خداوند فرموده ما دنبال سنت رسول بریم، حالا حدیث صحیح باشه یا نباشه، خود مفهوم مقبول نزد هر مسلمانیه، حالا چی باشه چی شیعه باشه چی سنی باشه. این حدیث ثقلین حالا اطراد باشه یا سنت باشه مسئله مهم نیست که شما مثلا برای بحثش میکنید. اون موقع اطراد هم اگر راهی غیر از سنت داشته به نظرم خلاف پیغمبر چی نمیتونه اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم
خلاف اهل بیت پیامبر، خلاف دستورات پیامبر عمل کنند. اگر راه همون پیامبر بوده، حالا چه تفاوتی داره؟ افتاد باشه، سنت باشه، در واقعی چیز در نهایت همین حد و ششون یکی هست، در نتیجه یکی میشه، چه مشکلی مثلا حد داره افتاد باشه یا سنت؟ خب حالا اگر مشکل نیست، چرا علمای بزرگوار اهل سنت زن کتاب الله و اطرتی تو صحبتاشون نمیارن، همه کتاب الله و سنتی میگن؟ این سنتی رو از قرآن اقتباس گرفتم. قرآن میفرماید که دنبال کتاب خدا و سنت رسول خدا برید. کجا داره قرآن کتاب الله و سنت رسول الله؟ اطیع الله و اطیع الرسول، ما اتاکم الرسول فرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب بله، اجازه بدید، اگر سنت پیغمبر در قرآن آمده، من سوالی از شما دارم، قشنگ جواب بدید به من. اگر سنت در قرآن آمده، پس پیغمبر گفت کتاب الله و سنتی، سنتی برای چی آمده؟ این یه تأکید بر موضوعات قرآنی که پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم، یعنی کتاب الله و سنتی و سنتی ها؟ چیزی غیر از نه، ببینید چجوری از جواب بخشید. بله، کتاب الله اون که خداوند نازل کرده، قرآن که همه و جلو دست من هست میخونیم. خب سنت رسول الله روش تطبیق و اجرای احکام خداوند، غیر از این چیز دیگه نیست. خب یعنی مباین و مخالف با قرآن نیست. اگر چیزی از پیغمبر وارد بشه و مخالف قرآن باشه، به هیچ وجه ما اینو به عنوان حدیث یا سنت رسول الله نمیپذیریم. بله، حالا این که خداوند فرموده دستورات پیغمبر رو پیروی کنید، به معنی اینه که روش اجرا کردن احکام خداوند رو از رسول الله یاد بگیرید. خب رسول الله فرموده که شما از کتاب خدا اطاعت کنید و جهت اجرا کردنش از من پیروی کنید. معمولا زمانی که همسان که در نماز مثلا میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، خب نماز بخونید حتما که من نماز میخوانم، بقیه احکامات قرآن و خداوند رو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده که مثل من انجام بدید. خب حدیث این موضوعه. حالا خب آقای محمد اجازه بدید. اصلا حضرت عالی بفرماید کتاب الله و اطرتی جز سنت یا سنت نیست؟ البته به نظر اهل سنت خود پیامبر فرموده ان نسوس سواسیتون که اصلا رمشتی. ببین متفرقه نه. ببین آقا محمد، آقا ببین قربانت برم، من عزیز دلم، من عرض کردم کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی که ما با سندهای متعدد صحت آوردیم، این جزء سنت پیغمبر یا سنت پیغمبر نیست؟ جزء سنت هست، ولی یه مشکل اینجا پیش میاد. اگه ما عدت رو حساب کنیم، خب اطرت از زمان ابتدای بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمان فوتش 24 ساعت خدمت پیغمبر نبودن تا تمام چیزهایی که لازم بوده از دین کلن همه رو بشنون، همه رو یاد بگیرن، همه رو ببینن. خب به هر حال یه سفرهایی داشته رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه جاهایی بوده، یه مختاری داشته که با غیر اهل بیت زندگی کرده یا با غیر اهل بیت از اهل بیت همراه بوده. اگر اینو ما بپذیریم فقط اهل بیت از تمام رویدادها و سخنانی که پیغمبر فرمودن و اهل بیت هم اونجا نبودن محروم میشیم، یعنی قسمتی از اسلام از دست ما میره دیگه. اون موقع باید دنبال عقل خودمون بیفتیم. خب شما بفرمایید در کجا مسافرت غیر از تبوک پیغمبر رفته علی بن ابی طالب با پیغمبر نبوده؟ تو اتاق خواب خودش مثلا. بله، اتاق، یعنی اتاق خوابش پیغمبر اکرم اونجا حدیث بیان میکرد، کلاس گذاشته تو اتاق خوابش، یه چیزای خصوصی هر کسی برای خانواده خودش داره که خصوصی که میخواد بیان بکنه. خب اجازه بدید همینجا، اجازه بدید دونه دونه آیه من قشنگ آمدید با ما کنار، پله پله بریم. ما میگیم اللهم بر ببر. در اتاق خوابشون پیغمبر چند تا زن داشته؟ 9 تا زن داشته. این فرمایشاتی که در اتاق خوابشون میگفت برای همه زنها میگفت یا فقط برای یکیش میگفت؟ فرق نمی کنه، حالا هر حدیث نزدیک خود اموات شما را بیاموزه. الان شما اجازه بدید از عایشه چقدر روایت دارید؟ از حبس دختر عمر ام سلمه چند تا روایت دارید؟ میتونید بفرمایید؟ دیگه حضرت عایشه ما میگیم، حضرت عایشه ام المؤمنین، خب ذهن و ذکاوت بیشتری داشته، همچنان که شما در میان فرزندان حضرت علی میگید حسن با حسین، حسن و حسین با دیبتی خب فرق دارن، حسن هم با حسین بازم فرق داره، از میان همسران پیغمبر هم صلی الله علیه و آله عایشه با دیگران فرق داشته، ذهن و ذکاوت بیشتری داشته، بهتر تونسته حرفاشو حفظ کنه، بهتر تونسته از پیغمبر صلی الله علیه و آله دقت بگیره. اون موقع برام خب آخه دیگه چقدر شما ببینید از عایشه 2210 روایت دارید، بله از حفص ببینید 50 40 تا روایت دارید،
بله. از ام سلمه پنجه چند تا روایت دارید شما؟ ببین عزیزی دل من، خیلی از راویان حدیث به خاطر اینکه مثلا زن و زکاواتشون طورینه بودی که هر طرف حفظ کنن یه چیز هم رو داره بر پریدی دارن، یه نیچه اصلا چیزی نشیده باشن نگفته باشن، این احتیاط کردن که نکنه یه چیزی بگیم که مثلا یه حرفش مال پیغمبر نباشه، یه جملهش مال پیغمبر نباشه، این دیگه جزو گناهان کبیره محسوب میشه. اما کسی که از زن و زکاواتش واقعا انتظار داره بیتا، یعنی خودش اعتماد داره به زن و زکاواتش، بیشتر میتونه فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله روایت کنه تا بعضی دیگه نتونن یه خود احتیاط کردن برن. ببینید عزیز دل من، آقا شما الان عایشه رو بهتر میشناسید یا صحابه بهتر میشناختن؟ یا چی رو مفرمودید باشید؟ مثلا حضرت عالی نسبت به عایشه که میفرمایید ذهن زکاوت خوبی داشته، بله، بهتر میشناسید یا خود آقای ابوهریره که از نظر شما خیلی برای شما عرض کنم با پیغمبر شبانه روز بوده و بله، چیز کدام بهتر میشناسید؟ بله. عایشه رو من میشناسم، عایشه در خانواده بیشتر با پیغمبر بوده اتفاقا، ابو هریره هم در خانواده بیشتر با پیغمبر بوده علیه السلام. خب حالا این مهم نیست، ببینید اجازه بدید من میخوام ببینید همینجا جای خوبی بیشتر بوده با اینکه یه شب در ده شب بوده، از ده شب یک شب بیشتر نبوده، از نه شب یک شب بیشتر نبوده. شما بفرمایید اون هم از سال دوم هجرت با پیغمبر بوده، یعنی مجموعاً 8 سال. بله درسته، 8 سال با پیغمبر بوده. بله. حضرت خدیجه 25 سال با پیغمبر بوده. درست، ما در تمام کتب روایی اهل سنت این عزیزانمون از خدیجه یه دونه روایت دارن فقط. بله. یک روایت. بله. یعنی در 25 سال بابا اگر سال یه دونه روایت از پیغمبر شنیده بود 25 سال روایت با حضرت خدیجه. 25 سال که خدیجه با پیغمبر بودن صلی الله علیه و سلم 15 سال اولش اصلا پیغمبر نبود. یعنی چه؟ نه عزیز من، صورت تا سال ده هجری که بوده، ده بهزت که بوده، در دوازه بهزت که بوده، نه پیغمبر بود چه قبل از بهزت چه بعد از ایشون در شعر تو کرده پیغمبر از حضرت خدیجه که ازدواج نموده تو تا را خیلی به 40 سالی که 15 سال میشه پیغمبر نبوده تا روایت داشته باشه. این یک از سال 40 اجازه بدین، از سال اول بعثت تا شه، تا سال شعبری طالب 9 سال که با پیغمبر بوده. درسته، شما ببینید هر سالمون 12 ماهه، حداقل 100 ماه با پیغمبر بوده. بابا بله، ماه یه دونه روایت داشته باشه و اینجا ببین آقا محمد آقا، من ببینید دوستان مایکل من بدن با آنتن. آقا محمد آقا ببینید شما ببینید بزرگواری کردید تا الان با ما راه اومدید، شما 4 دقیقه اضافه وقت اجازه بدید. شما میفرمایید بر این که عایشه از تذکر من بدن آقا محمد، ما تا پایان وقت 4 دقیقه داریم. بله بله، شما ببینید نگاه کن الان مانیتورتون رو، شما تلویزیون رو نگاه بفرمایید، ببینید روایت رو کی نقل میکنه؟ ابن کثیر دمشقی که مورد تأیید همه اهل سنته. بس. یک روحیه ضد شیعی هم داره. بس. میگه عایشه برگشت به ابو هریره گفت اکثر تل حدیثن رسول الله یا ابا هریره، شما ابو هریره روایات زیادی از پیغمبر نقل میکنی. قال اینی والله ما کانت تشغلنی عنه المکلح والخضاب. بله. اومد یه طعنه‌ای به عایشه زد. بله. که من که برای پیغمبر آرایش نمی کردم. بله. تا برای شما عرض کنم روایت کم نقل کنم. بله. ولیکن ارا ذالک شغلت. بله. شغل شما عایشه این بود برای بله. پیغمبر خودت آرایش میکردی و فرصت این جز ببین اجازه بدید اردن محمد آقا اجازه بده. ابو هریره میگه عایشه من از پیغمبر زیاد روایت نقل میکنم، چرا؟ چون من شبانه روزم به آرایش برای شما عرض کنم سپری نشده، ولی ارا ذالک شغلک، شغلت این بود، کارت این بود که برای پیغمبر خودت آرایش کنی، به خاطر این تو حدیث از پیغمبر کم داری، من حدیث بیشتر دارم. این حرف آقای ابو هریره برادر بزرگا تمام فرمایشات حضرت عالی رو زیر سوال برد. خب الو، خب بسیار صحبتشون هم قطع شد، ممنونیم. به هر صورت ایشون هم گفتن که حالا این سنتی هم جز اطرت هست و ما گفتیم حالا اطرت از اون طرف رو نگاه بکنید، اگه اطرت
واقعا باشه، این حدیث اطرت باشه، پس کجا به اطرت اینجوری احترام گذاشته شد و آیا امیرالمومنین که جزء اطرت بودن حرفشون شنیده شد یا نشد که اینا دیگه به عهده چون میگه جزء سنته. بله دیگه دلیلش این است که آقا اهل بیت همیشه با عزیز من اهل بیت بابا به اندازه ابو هریره که با پیغمبر بودند، ابو هریره 18 ماه با پیغمبر بود، آقای محمد آقای بزرگوار مجموعاً ابو هریره 18 ماه با پیغمبر بوده، 5760 خورده روایت داره. 5700 تا امیرالمومنینی که از طفولیت با پیغمبر بوده و در تمام مسافرت ها غیر از جنگ تبوک با پیغمبر بوده. و حتی خود عایشه میگه بعضی از شبهایی که نوبت منم بود امیرالمؤمنین می آمد با علی با پیغمبر اکرم با هم گفتگو داشتن در همون به قول فرمایش محمد آقا در همون اتاق استراحتش با علی ابن ابی طالب 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت با هم دیگه گفتگو داشتن. بله من اصلا مکاری با اینها شد انا مدینت العلم من نمیخوام. علی ابن ابی طالب حتی شبهایی که نوبت خانمهاش بوده میرفت تو خونه های خانمهاش پیغمبر اکرم، علی ابن ابی طالب میرفت اونجا پیغمبر بیان میکرد برای امیرالمؤمنین. به قول آقای محمود ابو ریه از علمای بزرگ مصر میگه بابا اگر علی ابن ابی طالب هر روز یک روایت از پیغمبر شنیده بود ما باید 12,000 روایت از علی داشتیم. و حال آنکه تمام روایاتی که از علی ابن ابی طالب داریم 526 تا روایت و 27 تا روایت داریم، اونم که آقایان میگن فقط 50 تا صحیحه، 470 خوردهش ضعیفه. ابو هریره 18 ماه با پیغمبر بود، 5700 روایت. علی ابن ابی طالب یک عمری با پیغمبر بود، 500 تا روایت، اونم 450 تاش ضعیفه، 50 تا روایت داره. یه مقداری برادر عزیزم، سرور گرامم، نور چشمم، یه مقدار این تعصب رو کنار بگذاریم. ما چیزی نگفتیم. گفتیم بابا اگر کتاب الله و اطرتی هم از سنت پیغمبره، این آقایان علما و بزرگان شما بیان 5 بار بگن پیغمبر فرمود کتاب الله و سنتی، 1 بار هم بگن کتاب الله و اطرتی، چرا نمیگن؟ چه وحشتی دارن، چه ترسی دارن کتاب الله و اطرتی و اهل بیت رو مطرح نمی کنن. ما دنبال جواب این هستیم. شما توضیح فرمودید، ما هم جواب دادیم. خیلی ممنون آقا، بحث بسیار زیبا و جالبی بود، انشالله مورد استفاده بینندگان از این قرار گرفته. آقا وقت گذشته، دعا بفرمایید. بله خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی زهرا، با آبروی زهرا، با آبروی زهرا، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی فرزند زهرا حجت ابن الحسن بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان و ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن فرزند زهرا حجت الله البالغه بقیت الله الاعظم قرار بده، بر تمام بیماران من شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج ما را برآورده نما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون دسته از عزیزانی که تکرار برنامه یا سیدی برنامه را میبینند، خدایا با آبروی زهرای مرضیه حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونیم آقا از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و از این مطالب بسیار زیباتون، مخصوصا درباره حدیث ثمنه. از شما بیننده عزیزی هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزار هستم. امیدوارم برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که در تدارک این برنامه به ما کمک کردن هم ممنون و سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. اللهم عجل لولی کل فرج. التماس دعا. علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه
دایی طلبم تو را زهتن به بمانه یه گدایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ دایی.